میهنان گرامی و فرزندان ایران زمین و به نام خداوند جان و خرد و با درودی بی پایان به رزمندگان ایران زمین که هر روز بدون توقف و با جدیت با این حکومت ننگین جمهوری اسلامی در ستیزند و خواب را از چشمان این جنایتکاران بشریت گرفتند و به زودی عمر آنها هم به سر خواهد آمد. در برنامه امشب من فکر کردم که به دنباله بازگشایی تازه نامه ادامه بدیم و برنامه بعدی رو بر این بگذاریم که درباره این افرادی که با عقایدشان در واقع توطئه کردن که توجه ما رو جلب کنن به مسائلی دیگر جز توجه به جمهوری ننگین اسلامی و تفکر در باره سرنگونی این جنایتکاران. در ویدیو قبلی رسیدیم به آیه 50 و آیه 50 را برای شما بازگشایی کردیم که گفت و از فرقنا بکم البر فنجین نکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. و اون زمان که دریا رو برای شما شکافتیم و شما را رهانیدیم و فرعونیان را در برابر چشمانتون غرق کردیم. تو گفتی ما هم باور کردیم که تو آمدی و به موسی قدرت دادی، اونم با عصای زد و آواز شد، ولی توی که ادعا میکنی این جهان رو خراب کردی، به جای کشتن این افراد اونها رو به راست دایت میکردی. ولی همونطور که خودش گفته در اول سوره البقره، این کتاب برای پریزکاران آمده نه برای دیگر اندیشان و آنانی که باش مخالفند. و دیدیم که در طول این مدت به طور کلی این اللهی که ادعا میکنه همه چیز در دست و قدرت خودشه، حتی مردم اسرائیل رو با اقرار خودش به زجر میکشونه به دست فرعون، یعنی خودش برگزار کننده تمام این خیمه شب بازی است که البته همش هم دروغه و در واقع هیچی هم از خودش نداره که بگه، همش از کتاب این و اون میدزده و برای ما بازگو میکنه با پوزش. در آیه 51 میگه و از وعدنا موسا 40 لیلتن ثم اتخذتم الاج من بعدی و انتم ظالمون. و اینجا هم گفتیم که آنگام که برای موسی برای 40 شب رفت به کوه حرا برای به اصطلاح نیایش با پروردگارش یا همون الله یا یهوه، و همونطور که بهش گفته بودیم از قبل یا بهش توصیه کرده بودیم، اینا گوساله رو پرستیدن. بعد در آیه 52 میگه ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون. ولی پس گناهانتون رو بخشیدیم، عفوتون کردیم، شاید که سپاسگزار باشید. همش میخواد یکی بهش بگه خیلی متشکرم ازت، سپاسگزارم که این کار رو نکردی. مثلا به جایی که امروز ما رو بکشی گفت دو هفته دیگه یه هفته دیگه میکشی.
آیه 53 میگه و اذ اتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلکم تهتدون، و به یاد بیارید که آن هنگام که موسی کتاب به موسی کتاب و فرقان دادیم باشد که هدایت شوید. بله همش باشد، ولی جلوی همه داری میگی که ساقه میفرسی و اونو میکشی و اونو غرق میکنی تو آب و نمیدونم، همش جنایت کاری، همش هم خودت باعثش بودی. در آیه 54 میگه و از قال موسی لقوم یا قوم انکم ظلمتم انفسکم و اتخذکم عجل و اتخذکم العجل فتوب الى بارعکم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارعكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. اینجا دیگه خیلی معرکه است واقعا با پوزش گل کاشته. میگه با آن هنگام که موسی به قوم خودش گفت ای قوم من شما بدین دلیل که گوساله رو پرستیدید و بر خودتون بودید که به خودتون ستم کردید، ستم روا داشتید، اینک بیایید حالا بیایید به درگاه پروردگارتان توبه کنید و یکدیگر رو هم بکشید. بارکم فقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم این بارکم فتاب علیکم، چون پروردگار شما این رو بیشتر میپسنده، این ستوده تر است برای شما و توبه شما رو میپذیره، زیرا او تواب و رحیمه. هو تواب و رحیم، این تواب و رحیمش خیلی جالبه. نه میگه بیایید همدیگر رو بکشید، پوزش هم بخواید، عذرخواهی بکنید، توبه کنید، منم توبتونه میپذیرم، ولی بعد خودتونه بکشید و این که من خوشنود بشم، ولی من شما رو میبخشم و بعد که خودمونه کشتیم میخوام نبخشید. برای چی باید خودمونه بکشیم که توی معلوم نیست که هستی راضی بشی؟ مگر عقلمون از دست دادیم؟ ولی این مسلمون ها به یک همچین چیزی عقیده دارن، ولی شوربختانه نرفتن بخونن که ببینن چه وضع اولاتی میگه، نخوندن. در آیه 55 میگه و از قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نری الله جهرتن فغزتكم الصاعقه وانتم تنظرون. پوزش میخوام جهرن یا جهرتن، و اون زمان که گفتید ای موسی ما تو خدای تو رو نبینیم چطوری به ایمان بیاریم؟ و راست هم میگن، یه چیزی نشون بده که مردم به لاغت باورت کنن، به اعتقاد پیدا کنن. ولی میگه ما یک دفعه فخزتکم الصاعقه وانتم تنظرون، یه صاعقه فرستادیم و پوک همشونو کشتیم. خب این روانی نیست، این میتونه آیه‌ای باشه از طرف پروردگاری که ادعا میکنه این خلقت، این زمین و زمان و این بدن انسان رو، این کهکشان ها رو آفریده، این مناظر، این جنگل ها، حیوانات، با اون سیستمی که در بدن ما هست، آخه یه همچین چیزی موجودی میتونی همچین کار کرده باشه؟ کتابش گفتی بالا چشمت ابروه یه ساقه میفرسه همه رو میکشه، ولی عجیبه که بازم مردم زندن. و بیا اگر واقعا خالق واقعی بود که دیگه کسی رو زمین باقی نمیمونی طریقی که ای داره دستور کشتار میده. عقل کجاست؟
56 میگه ثم بعثناکم من بعد موتکم موتکم لعلکم تشکرون، و ما شما رو پس از مردن زنده ساختیم شاید سپاسگزار شوید. بله، شما آخه چرا دروغ میگی؟ کی میتونه باور کنه که تو بعدش ما رو زنده میکنی بعد از که مردیم که شاید ما سپاسگزار شیم؟ حالا که زنده ایم کاری برامون انجام نمیدیم، میخواد چپ و راست بکشیم، بعد بهت باور کنیم که بعد از که مردیم نهی برامون یه کاری میکنی؟ بابا تو چرا اینقدر دروغ میگی؟ 57 میگه وزللنا علیکم القمام وانزلنا علیکم لمن والسلوی کل من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. و ابر را برای شما سایه کردیم، یعنی ابر گذاشتیم که رو سر شما سایه کنه. یه عقلش نمیرسه که باد میاد اون ابر رو تکون میده میاد از جا به جا میشه. این نیست که تو برای ما ابر گذاشتی رو ما سایه بکشونه. ای تونستی 10 ساعت نگرش داری یه جا تکون میخوره بابا، عقلت کجاست؟ شعورت کجاست؟ لاغل میشستی چند ساعتی ابرا رو نگاه میکردی ببینی میمونه یه 5-6 ساعتی بتونی دروغ تو حلق ما فرو کنی؟ و برای تان سلوی فرستادیم، یعنی اون غذای بهشتی مثل چلو کباب و نمیدونم از این جور چیزا، سلوی بخورید از این چیزهای پاکیزه که شما را روزی دادیم و آنان بر ما ستم نکردن بلکه بر خود ستم کردن. چی داری میگی آخه؟ چی داری میگی؟ اصلا معلوم هست سلوی فرستادی، ما روزیتونه دادیم، تو هیچ کاری برای ما نکردی، هم برای خودمون کردیم بابا، خودمون تخم رو زمین کاشتیم سبز شد، کندیمش از درخت، دادیم مردم خوردن، فروختیم، پول درآوردیم، پول از دست دادیم، تو چه کاری؟ خودت زود قاطی میکنی. تا هم بگیم بالا چشه در رو میخوای سرمون اتن همون جدا کنی. در 58 میگه و از قلنا قل ندخلو ها ندخلو هاز القریت فکل منها حیس شیعتون راقدن و ادخلو الباب سجدن و قلو حتتن نغفر لکم خطیکم و سنزید المحسنین عطایاکم و سنزید المحسنین. به یاد داشته باشید که ما به شما گفتیم به اون قریه در بیاید، یعنی منظورش همون اورشلیمه یا همون قدسه. وقت این تازی ها شکایت دارن که ما میخوایم اینا رو بنازیم به دریا و نمیتونم از بینشون ببریم و از رو زمین محوشو کنیم. بابا خودش داری میگه اجازه بهشون داد که وارد این قریه بشن در اورشلیم. چتونه؟ چرا کتاب خودتونه قبول نداریم؟ و به فراوانی بخورید ولی سجده کنان به دروازه داخل بشید. هم کاری که میبینیم میرن جلوی اون دیوار وای میسن کلیمی ها و سرشون با سرعت تکون میدن و بگویید بار گناه از ما کم کن تا خطای شما را بیاموزیم و به پاداش نیکوکاران هم بیفزاییم. پس ببینید خودشه که داره میگه ما شما را وارد این جروسلیم کردیم یا اورشلیم یا قدس، ولی این تازیان و مسلمان ها روشون زیاده، طلبکارن، خودشون هم قبول ندارن که بینا اونجا که گفت ما شما رو قوم برتر کردیم، حالا هم داریم میگه اینجا رو اصلا دادیم به خودتون که وارد بشید.
در آیه 59 میگه فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اما ستمکاران آن سخن را به جور دیگه گفتند و به اونها جزایی عصیانی که کرد به خاطر اون عصیانی که کرده بودن عذاب آسمانی سرشون فرود آوردیم. همش میخواد بترسونه، ما اینو کشتیم، ما اونو کشتیم. خوش به حالت، خوش به حالت واقعا. و در آیه 60 میگه و از استسقا موسی لقومه فقلنا ضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنا عشر عينا قد العلم كل الناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الارض المفسدين. واذ استسقى موسى لقومه، بیادتون میاد که موسی برای قوم خود این قومش ازش آب خواست، گفت برای ما آب بیار، و اونم ما هم بهش گفتیم که عصاتو بزن رو سنگ و اون زد به سنگ و 12 تا چشمه باز شد. اثنا عشرتن عشرا عینن در مقابل چشماتون، در مقابل دیدار دیدتون. و هر گروهی رفت و آبشخور خودش رو پیدا کرد و از آن به نوشید و در روی زمین به فساد سرکشی مکنید. و گفتیم بیاشامید و روی زمین هم فساد نکنید، چون اگر یه وقتی به حرفان گوش نکنیم میام دوباره لولوس قرمن رو میفرستم سرتون با پوزش. در آیه 61، چون یکم این آیه طولانیه تیکه تیکه میخونیمش، و از قلتم یا موسا لن نصر الا تعاما تعاما واحدا فعدو لنا ربک یخرج لنا مما تنعت الارض من بغلها من بغلها و قصائها و قومها و عدسها و بصلها قال تستبدون الذي هو عدني بالذي هو خير عحبته مصرا فإن لكم ما سلمتم يا سالعة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقفت از قلتم یا موسا، به آنها را گفتید که ای موسا لن نسا الا تعاما واحد، ما از یه نوع تعام نمیتونیم باش بسازیم، از پروردگارت بخوا که برای ما سبزی برسونه، رشد بده، خیار و سیر و عدس و عدسها و بصلها، بصل یعنی پیاز، من بغلها تستبدون الذي هو عدنی بالذي هو خیر الاح خیر احبتو مصران. گفت میخوایید حالا که اینو میگید بفرستیمتون به همون جا که بودید مصر،
و دوباره او بلاها سرتون بیاد و خاری و بیچارگی بکشی. و خشم این الله بر خودتون بیارید دوباره. و این با آن سبب بود که با آیات خدا این الله کافر شدن و یا پیامبران را به ناحق کشتن و نافرمانی کردن و تجاوز. کدوم پیامبر کشتن؟ چرا از خودت حرف در میاری؟ میگه علیهم الذلت و المسکنت. وبا، وبا براتون آوردیم. وبا همون وبایی که میاد میزنه بدن و درب و داغون میکنه. به غضب من الله، غضب الله رو به وجود آوردید. ذالک و انهم کانوا یکفرون، به خاطر کفری که گفتید با آیات الله، با آیاتش، با آیات اون الله. و یقتنون النبیین، و پیغمبرها رو کشتید به غیر الحق. آخه یعنی چی؟ کدوم پیغمبر رو کشتن؟ ذالک به ما اسوا و کانوا یعتدون، که بعد نافرمانی و تجاوز کردند. بابا از کجا داره ورد اینه که اینا پیغمبر کشتن؟ تو همین تاریخ خودتون هم کسی پیغمبر نکشت. چرا از خودت حرف در میاری؟ این الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابین صاعبین من الله واليوم الآخر وعمل صالحا صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون عليهم ولا هم يحزنون. اونایی که ایمان آوردن و کسانی که آیین یهودان و تسایان و سابعان رو بر قبول کردن، برگزیدن، اگر به الله و روز واپسین ایمان داشته باشن، یعنی اون روز قیامت، روز آخر، و کاری شایسته بکنن، خدا با آنها پاداش نیک میدهد و نه بیمار میشن و نه محزون. نه بیمار میشن و نه محزون. ولا خوفن، خوف نخواهند داشت. علیهم و لا هم یحزنون، محزون هم نخواهند شد. یحزنون از محزونی. در آیه 63 میگه و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما اتیناکم بقوتن و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون. یادتون میاد اون زمان که با شما پیمان بستیم و کوتور را بر فرازتون سرتون بردیم و آنچه را که به شما داده ایم با اطمینان بگیرید و آنچه که در آن است به خاطر بسپارید که پریزگار شوید. اینا رو به خاطر میارید، به یاد آورید آن زمان. ببینید دوباره داره سوم شخص ها، این همون سلمان فارسیه، داره به محمد میگه، محمد صاد هم داره نشخارش میکنه برای ما. ثم تولیت من بعد ذلك فلولا فضل الله علیکم و رحمتا لکنتم من الخاسرین. ولی از فرمان ما سر باز زدی و اگر فضل و رحمت خدا نبود از زیانکاران بود. ولی منت هم سرمون بذار. همش داره منت میذاره سرشون. و در آیه 65 میگه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم
کونو ارادتان خاصه این. حالا ببینید برای یه شنبه هم نرفتن عبادت کردن دوباره عصبانی میشه آقا. میدونید که یا شناختید که آن گروه که در آن روز شنبه از حد خود تجاوز کردن، پس با آنها خطاب کردیم بوزینگان خار و خاموش گردید. بوزینگان یعنی در واقع میگه کونو قردتن خاصه این، فقلنا بهشون گفتیم لام کونو قردتن خاصه این که شما بوزینه هستید، بوزینه بیش نیستید، خاموش باشید. چقدر خوش بیان هم هست. حالا میرسیم به جایی که فشای بدتر میده ها، این تازه اولشه. و نجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظة للمتقین. و جعلنا فجعلناها نکالا لما بین یدیهم و ما خلفها و موعظة للمتقین. و آنها را عبرت معاصران و آیندگان و اندرزی برای پرهیزگاران گردانیدیم. یعنی چی؟ یعنی چنان پوستشون کندیم که آیندگان هرگز از یادشون نره. عجب پروردگاری هستی تو. حالا همش هم ببینید بند کرده به موسی و قوم موسی. از او برخور مصدقه شون میره، از او بر یک یکی میکشته شون. یعنی در واقع از طریقی که این کشته قوم یهود رو نباید کسی زنده مونده باشه، چون ساقه زد همه شونو کشت. به چرا زنده هن؟ به دوباره عربا هم بیان بکشنشون. و از قال موسی لقوم این الله یعمرکم ان تذبحوا بغرتن قالو اتخذنا عضوان قال اعوذ بالله ان اکونو من الجاهلی. بیایتونم بیارید که اون انگام که موسی به قوم خود گفت خدا فرمان میدهد که گاوی را بکشید. آیا ما را به ریشخند میگیری؟ گفت به خدا پناه میبرم اگر از نادانان باشم. ای چه حرفی تو میزنی؟ میگی بیا یه گاوی رو بکش. و چرا اصلا باید گاو بکشن؟ حالا هم فرزن کشتن، ریشخندت میکنیم، چرا ما رو ریشخند میگیرید؟ دیگه چیه؟ اگه کسی بتونه ترول که میگی آفریدگار زمین و زمان و این کهکشان رو هستی، یکی میاد تو رو ریشخند کنه که یه قدم هی ما رو تهدید میکنی که اگه یه ابروت چپ و راست بندازی بالا فوری یه ساقه میزنیم پخش و پلا میشیم. بابا یه خود باید بره کامیون برونه، بلکه رانندگی یاد بگیره. در 68 میگه قالو ادعلنا ربک یبی اینه یبیین لنا مالونها قال انه یقول انها بغرتن صفر فعقلونها تصر الناظرین. گفتن برای ما پروردگات را بخوان، یعنی قوم اسرائیل گفتن، قوم یهود، تا بگوید که رنگش چی باشه، رنگ گاوه چه رنگی باشه. آخه این مسخره نیست؟ گفت میگوید گاوی است که زرد باشه و یکی هم رنگش تون باشه که رنگ که دیگران رو خوشحال کنه. آخه تو گاوی رو که میخوای بکشی چیکار به رنگش داری تو؟ چرا جوک میگی؟ یه گاوی بیارید رنگش زرد باشه، منتها یه خورده رنگش دیگران رو شاد کنه، زرد رنگ باشه.
یه زرد تند هم باشه. حالا برید دنبال زرد تند، اگه نبود چی؟ با بریم دنبال چه گاوی بگردیم؟ از کجا گیر بیاریم؟ خب من فکر کنم از مقدار زمانی هم که میتونیم ویدیو بذاریم گذشت. امیدوارم که دوچار اشکال نشیم. تا اینجا متوقف میشیم و همه شما را به درگاه آسمان میسپاریم، اون اللهه. ما پنج دلاوران که از یک پشتیم، در عرصه روزگار پنج انگشتیم. گر فرد شویم در نظرها علمیم، یعنی خرد و شکننده. گر جمع شویم بر دهانها مشتیم. پاینده ایران. بدرود گرامیان، تا درودی دیگر.